در تیم سپاهان رشید مظاهری در درون دروازه قرار گرفته، رامین رضاییان، رناتو دانشگر، امید نورافکن، مسعود ریگی، محمد قربانی، سید محمد کریمی، محمد علی نژاد، عیسی مرادی پشت توپ قرار گرفته، یارگیری نفر به نفر پشت خط محوطه جریمه، ارسال انجام میشه روی دروازه، فرصت خوب برای هوادار و گل. دروازه سپاهان باز شد، محمد جواد محمدی گل زد و حالا هوادار خیلی زود توی ورزشگاه پاس قوامین به گل میرسه. مشاهده خواهیم کرد، نگاه کنید چقدر خوب برنامه ریزی شده فرستاد و مدافعین سپاهان چرا حواسشون نبود به محمد جواد محمدی. با پای راست رامین رضاییان بلند روی دروازه، خطرناک، همون اتفاقی که فکرشو میکردیم افتاد، سپاهان به گل رسید و امید نورافکنه که دروازه رو باز کرده. یه بار دیگه شایستگی های خودش رو نشون میده و میره و شادی خودش رو با جوزه مورایس تقسیم میکنه. دو گل تقریبا مشابه رو دیدیم، ارسالی که رامین رضاییان انجام داد و این ضربه سری که رفت و توی دروازه قرار گرفت. جره از کار این تیم باز بکنن بازیکنایی مثل یاسین سلمانی، فرشاد احمدزاده، میلاد زکیپور در ترکیب میتونن قرار بگیرن. فرصت هست برای سپاهان داخل محوطه جریمه، چرا این موقعیت خوب استفاده نکردن؟ تعلل بیش از حدی که انجام شد، محمد قربانی این پا اون پا میکنه، یه چرخش خوبم انجام داد و سریعا توپ رو رسون به یار همدست، پاس بلند و عالی برای محمد رضا حسینی، کنترلش چقدر قشنگ بود، ضربه رو زد و توپی که از بالای دروازه به بیرون رفت، میتونست مثل کنترلی که خیلی عالی انجام داد توپ رو به تور دروازه بچسبونه. سپاهانی ها خیلی دوست دارن که پشت محوطه جریمه و توی اون مناطق خطا بگیرن. 4 بازیکن هم روی زمین افتادن و در نهایت بازی متوقف شد. ببینیم که چه اتفاقی اونجا افتاد. یه ذره داره جو مسابقه هم ناروم میشه. نیما انتظاری درگیر بود، ریگی میخواد جدا بکنه، عزت پورغاز هم اضافه شده و کسی اصلا کاری به بازیکنی که روی زمین افتاده نداره که عیسی مرادی باشه. تو همین نیمه به ثمر برسونن، اما حضور پرتعداد هواداری ها در خط دفاع این اجازه رو تا الان ازشون گرفته. علی نژاد داخل محوطه جریمه، ببینیم نظر داور، پنالتی اعلام میشه. عرض کردم سپاهان بعدشون نمیاد تو همین نیمه گل بزنن و حالا پنالتی اعلام شده برای این تیم در آخرین لحظات نیمه اول. محمد علی نژاد هست که خطا روش اعلام شد. نگاه کنیم امیرحسین پور محمد و تا لحظاتی دیگه باید شاید پنالتی او باشیم. داور اجازه زدن ضربه رو میده. رامین رضاییان دورخیز زیادی رو هم انجام داده، تحماسبی میخواد حواس او رو پرت کنه، حرکت میکنه رامین رضاییان ضربه رو میزنه و توی دروازه باز شد و حساب کار حالا 2-1 میشه به سود سپاهان. رامینی که اینجوری دروازه رو باز کرد، فکر میکرد وسط میزنه رامین رضاییان، توپ میاد به راست، دوباره فرزاد جعفری در مقابلش مدافع حضور داره، پاس خوب داخل محوطه جریمه، موقعیت هست برای تیم هوادار. پاس در عرضی که داده شد، حالا رناتو توپ رو برمیگردونه. نیما آی سلطانی معتقد بود که اتفاقی نیفتاده. یه بار دیگه بازیکن رو زمین افتاده، انگار به سرش ضربه خورده. این سمت ببینید چه برخوردی اتفاق افتاد، انقدر شدید بود که سریعا خطای اصلی آقای سلطانی رها کنه و بیاد کارت زرد رو بده به بازیکن خاطی. میلاد فراهانی هم اونجا میخواد آروم بکنه اوضاع رو. سرزنای سپاهان و هوادار داخل محوطه، سارت بیاد روی دروازه، خطرناک، پس همه گذشت، آفساید هم اعلام شد. سریع کارو به جریان میندازن، پاسه خیلی خوب نبود اما به هر شکلی که هست نیلسون رو میخوان به زمین بیارن. سانتر بلند روی دروازه، موقعیت برای هوادار، جدی ترین موقعیت این تیم هم توسط عزت پورغاز از دست میره توی نیمه دوم. صحنه آهسته رو از این نما جزئیات کار واضح تر خواهد بود. سانتی که اومد روی دروازه، سر و زدن، مهدی خانی صاحب توپ شده، خود مهدی خانی توپ از پاش فاصله گرفت و برمیگرده.
یه بار دیگه از راه دور یک شوت. نه، قدرت کافی رو نداشت این شوت تا دروازه رشید مظاهری رو بخواد تهدید جدی بکنه. و این هم سوت پایان مسابقه، پیروزی 2-1 سپاهان در دیدار خارج از خانه در ورزشگاه پاس قوامین.